در جریان قیام مردم که از 7 ماه پیش آغاز شده، نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای دست به بازداشت‌های گسترده زدند. این نیروها علاوه بر خشونت عریان در خیابان‌ها که با کشتار زنان و مردان قیامساز همراه بود و همچنین خشونت‌های بی حد و حصر در تعقیب فعالان و لیدرهای قیام، به صورت فله‌ای و به سبک تیراندازی هزاران تن رو بازداشت کردند که بسیاری از اونها هنوز در زندان‌ها هستند. برای پیگیری وضعیت این بازداشت شدگان همراه میشیم با آقای اسدالله نبوی از زندانیان سیاسی سابق تا نظرشون رو در این مورد جویا بشیم. در مورد بازداشت‌ها و دستگیری‌های قیام 1401 حرفای زد و نقیض زیادی گفته شده. رقم واقعی بازداشت‌ها چه تعداد بوده و اکنون در چه وضعیتی هستند؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان تلویزیون ایران آزادی. برای پاسخ به این سوال شما، اگه کمی عمیق‌تر به استراتژی خامنه‌ای در برخورد با قیام 1401 نگاه کنیم، خامنه‌ای و دستگاه سرکوب و سپاه پاسداران در سال 98، همینطور که می‌دونیم، طی 2 روز بیش از 1500 تن جوانان رو کشتار کردن. با این کشتار دقیقاً به طور موقت تونستن قیام رو خاموش بکنن. اما برای خامنه‌ای هم مسجل بود که این کشتار به رادیکالیزم بیشتر قیام مردم منجر میشه. در قیام 1401 اما اتاق فکر سرکوب حکومت دیگه روی شلیک کور سوار نبود. اگرچه برغم همین خطی که داشتن بیش از 750 تا جوانان رو به قتل رسوندن، اما استراتژی اصلی سرکوب روی بازداشت و دستگیری گسترده جوانان سوار بود. آمارهای متعددی هم در مورد میزان دستگیری ها گفته شده که مثلا مقاومت ایران در میانه قیام، یادمان هست که اعلام کرد، بیش از 30,000 تن در جریان قیام بازداشت شدن. منابع دیگر این عدد رو کمتر اعلام میکردن، اما در جریان عفو قضایی خامنه‌ای، همونطور که حتما یادتون هست، حکومت اعلام کرده که خود دستگاه حکومت اعلام کرد که بیش از 20,000 تن بازداشتگان قیام اخیر رو آزاد کرده، که خود این عدد بیانگر درستی نسبی عددی بود که مقاومت ایران قبل اعلام کرده بود. اما اعترافات بعدی خود مهرهای حکومتی این عدد رو تا به عدد 100,000 هم نزدیک کرده بود و خود این عددی که مهرهای حکومتی اعلام کردن، این نزدیک به 100,000، نشان دهنده بازداشت گسترده زنان و جوانان قیام توسط دستگاه سرکوبگر بوده. دستگیری گسترده همونطور که در ابتدا اشاره کردم با 3 هدف اساسی صورت گرفت. هدف نکته اول این بود که قیام برای رژیم وحشت‌آور بود و بوی سرنگونی میداد براش. نکته دوم این بود که به باور نیروی سرکوبگر، بازداشت گسترده جوانان باعث وحشت مردم میشه و مثلا جوان عقب میکشن. و هدف سوم اصلی، این هدف اصلی این تور انداختن و بازداشت فله‌ای، این بود که میخواستن از این طریق نیروهای دقیق لیدرهای قیام رو دستگیر بکنن. از همین رو میبینیم که توی این قیام هزاران تن دستگیر شدن و تعداد زیادی از اونها هنوز هم توی بازداشت و توی زندان هستن. بله آیه نبوی، در خبرها دیده بودیم که مقاومت ایران اعلام کرد که بیش از 3,600 نفر از هواداران مقاومت در جریان قیام بازداشت شدند و خبری از اونها در دسترس نیست. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید و چه سرنوشتی ممکنه در انتظار این بازداشت شدگان باشه؟ بله، همونطور که شما توی سوالتون اشاره کردید، هدف اصلی دستگاه سرکوب از اون بازداشت‌های گسترده شکار لیدرها و لقد
سازمان دهندگان قیام بود، یعنی کسانی که دستن در کار پیشبرد قیام بودند و میدونیم که کانونهای شورشی که نقش خط دهنده و سازمان دهنده قیام رو داشتن، نقش اصلی رو در سازماندهی قیام ها داشتن. این کانون ها علاوه بر سازماندهی قیام، میدونیم که کارشون انجام اقداماتی برای شکستن تور اقتناع بود. در همین چارچوب میبینیم که مقاومت ایران اعلام کرده که مقاومت ایران اعلام کرده که بیش از 3600 تن از جوانان قیام رو که در جریان قیام بازداشت شده بودن رو خبری ازشون در دست نیست، و یا اینکه اساسا در یک نقطه نامعلوم به سر میارن. اما یک واقعیت خیلی ظالمانه‌ای که در این رابطه وجود داره اینه که خبرهای مربوط به این بازداشت شدگان از دو سو مورد سانسور قرار میگیره، یعنی هم از جانب رسانه‌های حکومتی که بالکل منکر قضایا میشن، هم از جانب رسانه‌های فارسی زبان وابسته به استعمار. شما حتما تو جریان خبرها هستید، به ندرت اسمی از زندانیان و بازداشت شده‌های هوادار مقاومت توی رسانه‌های فارسی زبان مدعی نمیدونم آزادی بیان و دموکراسی وجود داره. این تنها گوشه ای از این بزرگترین نقص سانسور قرنی هست که در تاب مقاومت ایران و زندانیانش وجود داره، در حالی که این رسانه ها خبر برخی از زندانیانی رو که حتی چند روز در بازداشت بودن رو رسانه ای میکنن و به شکل گسترده به اون پوشش میدن. این بخش از واقعیتی بوده که خواستم اینجا اشاره بکنم، و اون عددی هم که اشاره کردی شما در ابتدا، این واقعیتی وجود داره که بسیاری از این زندانیان و بازداشتی ها هنوز توی زندان ها در وضعیت نامشخصی به سر میبرن. بله آقای نبیبی، به وضعیت هواداران مقاومت که لیستشون منتشر شده بود اشاره کردید، اما می‌خواستم از شما بپرسم که به طور کلی آخرین وضعیت بازداشت شدگان قیام در زندان‌های ایران الان چگونه است و رژیم واقعا چه سیاستی در برخورد با این زندانی‌ها در پیش گرفته؟ بله، ببینید، ما توی اواخر سال 1401 چیزی داشتیم، یک پدیده‌ای رو رژیم ازش رونمایی کرد به نام عفو خامنه‌ای. عفو خامنه‌ای علاوه بر وجه سیاسیش یک وجه سرکوبگرانه هم داشته، اونم به حاشیه بردن وضعیت بازداشت شدگان قیام بوده، در حالی که در همین لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم هزاران بازداشتی قیام تو زندان‌های مختلف تحت شکنجه و بازجویی هستن، اما میبینیم که انعکاس خبری بسیار کمی در مورد زندانیا وجود داره. به عنوان مثال من به برخی از این موارد اشاره میکنم فقط برای اینکه فهم بکنیم چه ابعاد بزرگی از وقایع در مربوط به زندان ها پوشیده مونده. مثلا تو زندان شیبان اهواز 8 بازداشتی اهل ایزه محبوس هستند که همچنان تحت شکنجه و در خطر مواجهه با اتهامات سنگین محاربه و افساد فی الارض هستند، ولی هیچ خبری ازشون بیرون درز نمیکنه. یا توی استان البرد و کرج زندانی قیام حمید قرحسنلو، رضا آریا، حسن محمدی و همینطور محمد امین اخلاقی، امین مهدی و شکراللهی، فرزانه قرحسنلو و شایان جازانی، امیر محمد جعفری و علی معظمی گودرزی به حبسهای طولانی مدت محکوم شدن و بسیار تحت فشار قرار دادن. یا مثلا اگه اشاره بکنم به زندان ایوین، یکی از گزارش هایی که اخیرا من نگاه کرده بودم این بود که 12 تن از این بازداشت شدگان قیام که توی زندان مخوف خورین تو ورامین نگهداری می شدن الان به ایوین منتقل شدن. اگه من بخوام یک اشاره به وضعیت بازداشتگاه خورین ورامین بکنم، شامل چندین دقیقا سوله فاقد الزامات بهداشتی هست و جای بسیار مخوفی که این بازداشتگان تا به حال اونجا محبوس بودن و حالا اونا رو به بندهای عادی توی زندان اوین منتقل کردن. یا ما تو برخی خبرها دیدیم که زندانی سیاسی سابق علی معزدی که تو همون جریان قیام بازداشت شده
الان بعد از مدتی که توی یک بندهای عمومی بوده مجددا به 209 منتقل شده و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته. یا زندانی سیاسی سابق یوسف یونسی پدر همین دانشجوی نخبه علی یونسی بازداشت شده و الان در وضعیت نامشخصی به سر میبره. خبرها زیاده. من اگر بخوام بازم اشاره بکنم وضعیت توی وضعیت زندان دهلوران همینطور، چهار تا از این بازداشت شدگان هستن که در جریان تجمع اعتراضی بازداشت شده بودن و الان دست به اعتصاب قضا دادن و اتفاقا مردم دهلوران هم در اعتراض به همین وضعیت این بازداشت شدگان اعتراض کردن. توی اصفهان سه تن از اعضای یک خانواده به نام فلاحی که شامل پدر و پسر و دختر همین خانواده بود از 6 ماه پیش بازداشت شدن و اونا از حق دادرسی عادلانه و داشتن وکیل محروم هستن. توی زندان تهران بزرگ باز اگه بیایم، بازم توی یکی از خبرها بود که بیش از 550 تن از بازداشت شدگان همین قیام اخیر 1401 در بند 3 تیپ 6 تهران بزرگ محبوس هستند، در وضعیت بسیار وخیمی به سر میبرند چون این تیپ تازه تشکیل شده و اساسا چنین تیپی وجود نداشته. من همینطور اگه بخوام اشاره بکنم وضعیت زنان بازداشت شده توی این قیام بسیار بدتر از این وضعیته که هیچ گزارش از زنان منتشر نشده. مثلا خبر داریم که توی زندان قرشک ورامین زنان بازداشت شده در وضعیت وخیمی به سر میبرن، همینطور توی زندان اوین و زندانهای دیگه که متاسفانه زمان به ما اجازه نمیده که به اون موارد اشاره بکنم. بله آقای نووی، همه میدونیم که یکی از ابزارهای بقای حکومت اعدامه. بله. که با حبس و زندان در ایران تحت حاکمیت آخوندها عجین شده. آیا به نظر شما ممکنه برای بازداشت شدگان قیام همچنان تهدید اعدام وجود داشته باشه؟ بله، ما تو سال گذشته میدونیم که رژیم 700 نفر رو تا یک سال اعدام کرده و این طبق چیز خودش هم یک رکورد بالایی بوده و همینطور تو هم جریان همین قیام یادمون نرفته که جوانان سربداری مثل محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، نقد محمد مهدی کرمی و زندیاد سید محمد حسینی اعدام شدن و شما میدونید که همین الان ده ها تن از بازداشت شدگان زیر حکم اعدام هستن و اعدام در لحظه هر لحظه اعدام جان اونا رو تهدید میکنه. در یه خبری دیدیم که روز پنجشنبه 31 فروردین ماه رئیس زندان قزلحصار به زندانیان گفتش که از 5 اردیبهشت ماه 1402 موج جدید اعدام اجرای احکام شروع خواهد شد. با توجه به آماری اعدام در سال گذشته که همونجور که اشاره کردم به روزی بیش از 2 نفر رسید، این خبر باعث ایجاد تنش و تشنج در بین زندانیان و خانواده های آنها شده. یعنی جنایتکاران مستقر توی زندان ها همزمان با زجر و شکنجه و زجر و شکنجه زندانیان تهدید اعدام رو هم بالا سرش رو نگه داشتن تا زندانیان نتونن در یک شرایط آرامش خاطر بسپارن. بنابراین من در پاسخ به سوالتون بایستی بگم که بله، این تهدید همیشه برای زندانیان و بازداشت شدگان وجود داره، کما اینکه الان تعداد زیادی از اونها زیر حکم اعدام قرار دارن. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید و ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. من از شما تشکر میکنم که این زمان رو در اختیار من گذاشتید. خداحافظ.